درمه. من برای شما این شربت چیز میرم. نه نه سب کنی سب کنی. دست شما در نفر زحمت کشید. خیلی خود رو هم بشمارین. نه درسته خیلی ممنون. میل نکردیم. دست شما در نکنم. خیلی بشگرد. دست در نکنم. الو احسان جان، احسان جان صدا قطع و وصل میشه. چی؟ سلام علیکم. پدای سرت نوشو میخریم. احسان جان الو، مشترک گرامی، برای صرف جویی در مصرف برق تا حد امکان در طول روز از نور طبیعی برای روشنایی محیط کار. Hello.
سلام. بله. سلام. سلام، مرخص خوش گذر. خیلی اجازه خالی. سلام. خیلی من کشم با شما امروز نگذر لابو چارج موبایلش تمام شده. بله بله
آقا اصلان، آقا اصلان. ها خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. اگه کاری دارین دیگه بریم به کارتون برسیم. دکتر تشریف بردن؟ تشریف بردن، حال خانم هم خوبه. خدا رو شکر که به خیر گذشت. خدا همه مریضا رو شفا بده. خدا حافظ. خدا خدا حافظ. خدا سلام، حالتون چطوره؟ نه نه نه، بلند نشین، سرتون گیج میره. چی شده؟ فشارتون رفته بود بالا. میگه خورس فشار نمیخوری؟ چقدر قیافت آشناست. شاگردم بودی؟ نه قربونتون، همسایه روبرویتونم، تازه اومدم این محل. دیشب تو حالا اینجا بودی؟ میخواستم برم هم نمیتونستم، چون کلیدم رو جا گذاشتم. شانس آوردین دیدمتون، خیلی خدا بهتون رحم کرد، حالتون بد بود. نباشین ای بابا، چه حرفیه؟ خانم نیست. حیف جوونی بود که در رفت. دل آدم باید جوون باشه تصمیم بدیم. من خودم یه همین حرفا رو تو گوش بچه های مردم خوندم، حالا تو داری واسه من قرقرش میکنی. چه خنده داره؟ ایجام جو یاد یه چیزی افتاد. همین دختره که در کلاس میشینن بی خودی هرت کرت میکنن، به ترک دیوارم میخندن. نه به خودم اصلا. کجا میای؟ میخوام کمکتون کنم، نیافتی. لازم نکرده. بفرمایید خونتون. دست شما هم درد نکن. خیلی ممنون. اما از این به بعد هر وقت ازت خواستن بیا کمک.
شرمنده از کار و زندگی انداختم بهتون. خواهش میکنم. وای دست شما درد نکنی. ببخشید دستتون درد نکنی. خیلی محبت کردید. کیه؟ سلام. تو چجوری اومدی تو؟ کسی قرار نیست بیاد. شما خیلی بیچ ببینم تو کار و زندگی نداری خودتو علاف من کردی؟ امروز جمعه از من تعطیلم. مثل شما هم تنها. یه صبح چیزی درست میکنم با هم میخوریم بعد میرم. هیچی خونه نداری؟ میدونم به خاطر همین رفتم خونه. مطمئنم بعدتون نمیاد. شربت میخوری؟ خب من میذارم اینجا فقط تو گرم نشده بخورینش. خب این دیگه از کجا پیدا شد؟ چه هست از غذای بیرون که بهتر؟ از چرا شما خودتون غذا درست نمی کنین؟ همش از بیرون غذا می گیرین؟ حوصله‌شو ندارم. بوشکه خوبه. جعفریش تازه از خودم پاک کردم. چرا زل زدی به من؟ بکش بخور دیگه. چشم. چطوره؟ بذار از گلوم بره پایین. خوبه، فقط یه خورده نمکش کمه. اونی که مخصوصاً نریختم به خاطر فشارتون. غذا بدون نمک فایده نداره که. فوقش درست کمتر اکسیژن هوا رو استفاده میکنی دیگه. خیلی
امدیشب که بیهوش شده بودین همه همسایه ها آمده بودن کمک. همه رو خبر کردی؟ در خونه رو باز کردی؟ این کار اون سر اومدن و رفتن نه؟ نه به خود خودشون اونجا هستو دیدن فهمیدن اومدن. چی میگفتن؟ چیزی نمیگفتن. سرد میشه. اشتها ندارم. غذا تو خوردی برو. میخوام تنها باشم. ظرفا رو میشورم میرم. از دست این جماعت فضول بیکار نمیخواد ظرفا رو بشوری، خودم میشورم، حالم خوب. خب خدا رو شکر حالتون خوبه. چرا قد ناراحت این حرفی نزدن که فقط گفتن سیمی خانم بعد از مرگ مادرش تارک دنیا شده؟ آره گفتنش راحته. کی میفهمه تو اون 10 سالی که مادرم علیل و زمینگیر شد من چی کشیدم؟ چقدر دوام دکتر، چقدر نصر و نیاز. من هر روز از خودم میخواستم که اونو شفاش بده، اون از خودم میخواست که زودتر راحتش کنه. من اصلا واسه چی دارم اینا رو به تو میگم؟ تو چه میفهمی سختی چیه؟
بله بله، حق با شماست آقای رحیمی، درست میفرمین. فقط مگه نرم ازم شکایت میکنم. چشم، من قول میدم برگشتم بعد از اوران بمونم، اضافه کاری جبران بشه. دست شما درد نکنی، بچه هم قول دادن که کار زمین نمونه. خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنی. خیلی خیلی سلام برسونی خدمت خانواده. ممنونم، بازم محبت کردین. خدا نگه دارت. آره دیگه به همونجا مجبوری بحث کنیم. سب خب این بر رفت بالا، این طرف جا داره. مریم بازم بکشم؟ شما هم باید بکش. الان خوبه؟ خوبه. امروزه زندگی در چنین حیاتهای رنگ هست و شاید بتوان گفت در شهرهای بزرگ دیگر امکان پذیر نیست. این بناها خاطره نسل کیه؟ کی؟ من. سلام خانم، آشغال داریم بیاریم ماشین سر کوچه است. نه پدر جم، آشغال ندارم. حالتون خوبه؟ حالم خوب نیست، آشغالم ندارم. بله فرمودید، ببخشید را در کوبیدم. آی پنداشید از همونجا میفرمودید دیگه مزاحمتون نمیشدم. خوب میشین انشالله. خدا شکر خیلی امروز باید یه فکری برای این زنگتون بکنی، اینجوری خیلی بده. بفرمایین تو. ممنون. شما خوبی؟ خوبه، بفرم. بفرم. هیچ فکر نمی کردم اقا بهتون عادت کرده باشم. تو این یه هفته کلی دلم براتون تنگ شد. این شیرنی هم خیلی تازه است. اگه بخوایم میتونم چای بذارم همین الان با همدیگه بخوریم. مطمئنی نرم نمیخوری؟ نه. آره من قبلا سوار قطار شده بودم ولی خیلی بچه بودم اصلا یادم نبود. شما تا سوار قطار شدی؟ بله. چقدر راحته، انگار آدم تو خونه خودش نشسته داره حل و حوله میخوره. تازه بهتر از خونه است، برای اینکه شما وقتی تو خونه نشستین از پنجره بیرون نگاه میکنین هیچ چیزی تغییر نمیکنه، ولی وقتی تو قطار نشستین از پنجره بیرون نگاه میکنین دفعه کوهه، یه دفعه دشته، یه دفعه صحراست، یه دفعه جنگله. شما درجه یک سوار شدی یا درجه دو؟ هیچ میدونی از موقعی که اومدی همین جوری یه بند داری حرف میزنی. من نمیخوام کنم شما رو به حرف بیارم، نمیشه. من حرفی برای گفتن ندارم،
تو خلوت خودم نشستم انتظار میکشم. انتظار چی؟ کیه؟ آقا سیده. سید کیه؟ گفتم بیاد آیفون رو درست کنی. ولی آخه تو که باور کنی لازم. وای. خدا شما میتونه خراب کردیم. بفرمایید. بفرمایید. خدا شما رو کنه. نمیدونم این آیفون چه شده آقا سید. این چقدر سخت دادم بیاد این در رو باز کن. سخت درستش میکنم برای دست این درد نکنم. بفرمایید. یا الله بفرمایید. من برم برای شما یه شربت بیارم. دست درد نکنه همو راضی به زحمت نیست. خسته نباشین آقا سید. بفرمایین تا از دهن نیافتاده. دست درد نکنه عمو. میشه جا. میگو خانم کجا رفته نه؟ که مریض احوال بود رفت بخوابه. بفرما. نوشه جا. میگم این آیفون ها خیلی قدیم یا نمو. نه بهتره اینا این تصویری ها بذاریم؟ ای بابا همینش هم درست شه غنیمت. دست خودشی که درست نشه. بله منم پروانه. کی؟ پروانه. خب درست شد. آها باش. دستشون درد نکنه. درست شد. از اسمت پروانه هست. قربون شما. زحمت کشید. خداحافظ. خیلی ممنون. محبت کردیم. خداحافظ آقا سید. خب حالا این شیر میخوردم. خامه نداشته باشه. من از خامه حالم بد میشه. نه شیرینی خشک محلیه. من مطمئنم نخوردین تالا. اسمش چیه؟ اسمش کلومپه. مال کرمانه. کرمانی هستی؟ بم بم؟ مگه از بم چیزی هم مونده؟ خیلی چیزا. کسی هم از خانوادت تو زلزله بم طوری شده؟ بله تقریبا همه شون. پدرم، مادرم، خواهرام، برادرم. منم شانس آوردم با احسان رفته بودیم ماهستر شیراز. حالا این احسان که میگی کجا هست؟ به همه گفتم رفته سفر. 6 ماه دیگه برمیگه. این 6 ماه شده 2 سال. یه سال بود اون شرکت کار میکرد.
این کارم دایش برای شوهر شواهد نشون میده قتل عمدی بوده. قتل عمدی باید اونجای دم رو کار نمیشه. بیرز اومد گفت پروانه دارن دوستی میشه. به شرکت اومد سوء استفاده مالی زده شکایت کردیم نتونه ثابت کنه. خدا بیا مرده مرمون تدیون رو. یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت تدیون بو برده بود که تو شرکت خبر بیه. با احسان قرار گذاشت که با هم صحبت کنه. ساعت غیره داری؟ من نگهبان شب ساعت 9 بود که اومد شرکت. احسان که وارد اتاق میشه میبینه تدیون دراز به دراز افتاده کپیه تو واسه. دیدم سرک درگیری از اتاق میاد. رفتم تو دیدم با تندیس شرکت زده تو سر آقای تدیون. خون یک از سرش فوران. منم درو قفل کردم که در نره. براش پوش پوش درست کردم. اعدامشون نگیرن راحت نمیشه. حکم اعدامشون نگیرن راحت. منتظر میمونم. بوی دارچینه. سلام. خیلی خوش اومدی. دعوتم نمی کنی بیام تو؟ ببخشید تو رو خدا، بفهمید من انتظارش رو نداشتم. ببخشید انقدر اینجا ریخته پاشیده است. نه خوبه. بیا بشین، زحمت نکش. دیروز داشتم از دمه قهوه فروشی رد می شدم، بوی قهوه دیوونم کرد. دیگه نتونستم طاقت بیارم، 200 گرم خریدم. احسان عاشق قهوه است. من خودم چایی دوست دارم، بدون چایی می میرم. گفتم گاهی به یاد احسان قهوه دم کنم بخورم. قهوه که دوست داری؟ دوست دارم، هرچی باشه میخورم. تلخ یا شیرین؟ تلخ. بفرمی. دستتون درد نکنه، مثلا انتظار نداشتم. زحمت کشیدیم. نمیدونستم چی دوست داری. حوصله‌شم نداشتم برم بیرون خرید. تو کمدمو گشتم، گفتم شاید خوشت بیاد. چقدر قشنگه.
ممنونم. قابل نداره. خیلی قشنگه. خیاطی هم که بلدی؟ ای در حدی دوخت و دوز ساده. قهوتون سرد نشه. کارات خوب پیش میره؟ کارم متاسفانه نه خیلی خوب پیش نمیره. دیروز وکیل احسان میگفت ظاهرن حق الوکاله بیشتری میخواد، بعد یه شب با زبون بی زبونی میخواست به من بگه که پولتو هدر نده چون امیدی نیست. باید برم سراغ یه وکیل تسخیری. از کجا مطمئنی که احسان راست میگه؟ احسان اگه بگه سیاه سفیده حتما سفیده. هیچ وقت دروغ نمیگه. بله. منم پروانه. بیا تو. سلام.
سلام. صبح بخیر. سلام. چرا در رو نبستی؟ باز چه خبره؟ خدا دلم میگیره وقتی از پنجره این باغچه خونت رو نگاه میکنم. معلومه 100 ساله به خودش باغبون ندیده. به قول خودت 100 ساله که باغبون و کود و آب ندیده دیگه. این چیزا دل خوش میخواد. من امروز باید وضعیت این باغچه رو سرسامون بدم. به خاطر ویو خودم هم که شده. چیو؟ برای ویوم. چشم انداز. این معامله است ملکیه میگفتش که ویو این آپارتمان عالی. آخه ویو اینجا عالیه؟ آها. ببین بیل و بیلچه و همه این چیزایی که من دارم زنگ زده است. به درد نمیخوره. اصلا مهم نیست. اصلا تو راه با همشون تازه کودم میاره. اصلا دیگه کیه؟ میشناسینش. من هماهنگ کردم. سیمین جون تو رو خدا نه نگیر. خب شما فقط نظارت کنین. همه چی با من. همه چی. خواهش میکنم. به خدا دل دریایی داری. پروانه حوصله داری یا؟ سلام. بفرمایید کمک می‌کنم. سلام. زحمت میشه. دیگه تموم شد. نه جارم جامون. آه ببخشید. ببخشید آقا. این دیگه آقا اصلا. بله یه 3 سال میشه دست نزدم. بله فکر کنم. بعد به من بگی من چیکار کنم. شما بفرمایید. نه بابا منم بفرمایید. من خودم میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. زحمت من جارو میزنم. شما بفرمایید. خواهش میکنم. حالا من خیلی داریم. آخه میبینم خوش شده. بله پروانه سلام خوبید؟ حسن نباشید. و دستتون درد نکنه. بخور خونکش. دست شما درد نکنه. به اون بنده خودم بگو بیاد. آقا اصلا بفرمین شربت. چشم شما بفرمین. ببین چه عرقی کرده. سنگ زدم از بیرون غذا بیارم مثل نهارم. چرا زحمت کشیدین؟ خب خودمون یه چیز درست میکردیم. من که حوصله‌شو ندارم. تو هم که داری همینجوری زحمت میکشی. به این بنده خدا بگو این درخت سیب و با اون عره ببره. خوش شده. بی خودی فقط جامونه تنگ کرد. گناه داره تفلکی. این یکم آب و کود بخوره شون میگیره. درخت هم مثل آدم ها حس دارن. اون دیگه جون نداره. بده اون بنده خدا تا گرمه شد. آقا اصلا شربت. از شما درد نکنه. نوشه جان خسته نباشی. خیلی کاره. تمامش میکنم. سلام. لطفاً پیغام بگذارید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیرم. متشکرم. سلام. سیمینم. لطفاً پیغاممو گرفتی با هم تماس بگیر. کار خیلی مهم می‌دارم. خداحافظ. Thank you.
بالاخره خودتو مریض کردی؟ چند دفعه بهت گفتم به این باغچه کاری نداشته باش. مگه حرف گوش میکنی؟ حالا خوب شد؟ بعدم خوب میشه اگه سرم خورده که ساده هست دواشم یه صبح بمیرم خونه درست میکنم. لازم نکرده همینجا میمونی؟ نه من خودم وسط درست میکنم. ببین چه تبی داره. قربونت بدم بد مریضم زابراز. چی شد؟ از اونم گره. واقعا؟ میخوای بریم دکتر؟ خوب میشه من برم خونه. هیچ جا نمیری همینجا میمونی. اذیت میشیم به خودم. خودم میرم الان برای سوپ درست کنم. بشین. آی سلام خوبی؟ بهتر شدین الحمدلله؟ بله خدا رو شکر. با اجازت خانم سلام منت گذاشتید نکنه راه گم کرده باشید سلام
چند تا نون تقدیم میتون کنم؟ من دو تا خشخاشی. پسر دو تا خشخاشی دو آتشه. تو صفم. ای بابا بعد این همه سال که تشریف آوردید حالا هم تو صف؟ بزرگون محل چی به من میگن؟ فوشم میدن. خدا بیامرزه پدرتون رو، از بزرگان این محل بود. خانم بی زحمت دست به دست نبدید برون خانم. نه خانم، مهمون باشید، قابل شما رو نداره. دست شما درد نکنه، ممنون. خدا حافظ. خدا سلام بدید. پروانه 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 پاشو، صبحونه حاضره. صبحت بخیر. بهتر شدی؟ خیلی دیشب شب میمردم. خیلی سر صدا کردی. پشیمون شدم گفتم بمون. گفتم که بد مریضم. تفتی احسانش رو میگی. از سرش قربارم میکردم. عجیبه. 10 سال مادرم تر و خوش کردم، خم به ابرو نیوردم. عقل میکنم مادره. آره مادر خیلی فرق میکنه. از وقتی مادرم مرد خیلی تنها شدم. هیچ وقت خواستگار نداشتی؟ باید انتخاب میکردم، یا مادرم یا اون. مثلا مخالف بود شما از مادرتون نگهداری کنید؟ نه، اون بورسیه خارج از کشور شده بود برای تحصیل. من نمیخواستم آیندهشو خراب کنم. دوستش داشتی؟ شیرتو نخوردی؟ میخورم. امروز بمون خونه استراحت کن، نرو سر کار. نمیتونم، خیلی بد میشه. دوزو باید ملاقات احسانم برم، نرم نگران میشه. جواب نمیدی؟ بله. نه خانم، اشتباه گرفتی.
واسه همین همیشه پریز تلفن رو میکشم. هی زنگ میزنم مزاحم میشن. اعصاب آدم خورد میکنه. من فکر کردم کسی هست که پیغامم رو بهت برسونه. اینم از مصائب تنهایی دیگه. خب من در خدمتم. راستش چیزی که میخوام بگم پشت تلفن نمیشه. در واقع مشکل یکی از دوستامه که دنبال یه وکیل خوب میگرده. وقت داری یه سری به دخترم باید بزنی؟ چشم امر کنی خدمت میرسم. جمعه ساعت 11 خوبه؟ بله جمعه بسیار خوبه. هنوزم دست باخته سیمین خانم خوردن داره؟ خب نمیدونم، مطمئن نیستم. ساعت 11 منتظرم. حتما، به امید دیدار. خداحافظ. خدا نگهدار شما. بله بیا تو، بیا. چرا بایستی نگاه میکنی؟ بیا کامر. چه خبری اینجا؟ گیت شدم. خراب نکنم خوبه. میشه این سبزی ها رو پاک کنی؟ حتما. حالا مگه چند نفرم با زن بچه شون میاد؟ حرف نزن، کار کن. چی داریم درست میکنیم؟ قیم بادمجون و قرمه سبزی و از بچگی عاشق این غذاها بود. از بچگی؟ مگه چند سالشونه؟ اگه نمیخوای کار کنی برو تو پذیرایی. پروانه این نمیدونم چرا بسته نمیشه، انگاری گیر کرده.
ببین میتونی ببندیش؟ نشناختم. ها؟ چی شده؟ گیر کرده، بسته نمیشه. در قفلش ازم کج شده. دست در نکنه. خواهش میکنم. ساعت چند نیزا؟ الان دیگه پیداش میشه. آرون خیلی دقیقه سر وقت میاد. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ یکی از موجهاتون افتاده رو گونه‌تون. کدوم چشمم؟ اگه گفتی این؟ درست. حالا یه آرزو کنیم. چه آرزوی؟ من که آرزویی ندارم. حتما آرزو دارین. مگه میشه آرزو نداشت؟ زود باشین چشمتون رو ببندین آرزو کنین. سلام. سلام. خوش اومدی. ممنونم. بفرمی. خوب. حال شما خوبه؟ شکر. هفتش سالی میشد که نیومده بودم. نه، 7 سال و 6. بله بله، آخرین بار ختم استاد کاویانی بود. خدا رحمتش کنه، چه مرد عالمی بود. خب این خونه بیشتر عذاب خودش دیده تا شادی. نه نه، شادی هم زیاد به خودش دیده. من خودم شادیاشو بیشتر دیدم. دامادی مجید، عروسی یاسمه، این نمایشای تخت و حوضی که حمید اینجا توی حیاط اجرا میکرد، همه بچه های محل جمع میشدن توی این یه فسقل حیاط. چه دنیایی داشتیم بچگی ها. چه فایده؟ هیچ کدوم که نیستن. خوشیاش مال همه بود، تنهایش مال من. از مجید خبر داری؟ مجید؟ هیچ، رفیق گرمابه و گلستان شما بود. بله
ببخشید. دم هوا گرمه، قبل از نهار یه شربت میل کنید. دست شما درد نکنه، اما اگر شربت رو بخوریم که دیگه نهار شما رو نمیتونیم بخوریم. نه، کم شیرین درست کردم که اشتهاتون رو کور نکنه. خیلی ممنون. دست در نکنه، نمیخورم. بیا بشین با دکتر صحبت کن. چشم، حالا بعد از نهار شد. بشین دیگه، هر وقت خواستین غذا رو بکشم دیگه. موکل جدید بنده ایشونه؟ اجباری نیست. حرفشو گوش کن، ببین میتونی وکالتشو قبول کنی یا نه. از شاگردای قدیمته؟ نه، همسایه است. تازه اومدن تو این محل. همه خانوادهشو تو زلزله بم از دست داده. شوهرشم میخوان به جرم قتل عمد اعدام کنن. جب بهش نمیاد اینقدر سختی کشیده باشه. خیلی شوخ و شنگه. میدونم، ولی من قلقشی تو دلش ندیدم. تو بیشتر آدم ها رو میشتسی. خودت ببین چه جوریه دیگه. اگر تو بگی درسته، حتما درسته. اون به شوهرش ایمان داره. حالا خودت میدونی. حق الوکالشم هر چقدر بشه خودم میدم. قرار نبود به من توهین کنی. حرفی از حق الوکاله زدم؟ معذرت میخوام. خب تو هم زحمت میکشی. زندگی دست همین را میگذره. نگران نباش. من همین پولی که به دست میارم نمیدونم چجوری خرجش کنم. یه آدم تنها مگه چقدر خرج داره؟ این همه سال گذشته چرا فکری برای تنهاییت نکردی؟ اگه منو مقصر میتونی من... کی گفته شما مقصری؟ تقصیر دل خودمه. هر کاری کردم نتونستم راضیش کنم از گذشته دل بکنه. خب تو بگو چه کار کنم. دلو بکنم بندازم دور. مسعود خواهش میکنم، تو دیگه آزارم نده. چشم خفقان. دست در نکن، بذار همینجا. چرا دیگه نیست بیارم؟ نه بشین، قدم میشه. بفرمایین، غذا سرد شد. خب شما زودتر میل میکردین. قبول باشه. خیلی ممنون. چه غذاهایی درست کردین؟ بکشم برای دست شما درد نکنه. سیمین خانم خشن یادشون بود که شما چه غذاهایی دوست دارید. پروانه ایشون لطف دارن. خاطرات خوشی در زندگی هست که هرگز فراموش نمیشه. شما غذا نمیخوری؟ چرا اتفاقا خیلی هم گشنه. بیا بکشم. غذا تو بخور، بذار آقای دکترم غذاشو بخوره. بعدن برای مرور خاطرات وقت هست. چشم. نمیکشی؟ از کدوم؟ این یا اون؟ هر کدوم شما سلام بدونین. با این شروع. چطوره؟ حرف داره یا نداره؟ بگذارید از گلوی بنده پایین بره، عرض میکنم خدمت رو.
جای احسانم خالی. جای احسانم خالی. احسان شوهر پروانه است، موکل شما. انشالله که همه چیز درست میشه پروانه خانم. مطمئنم. حسن حالی که شما وکالتش به عهده گرفتی. انشالله. غذا تو بخور، درست میشه. مقتول از اعضای هیئت مدیره بوده، درسته؟ بله تدعیان، احسان گفت مرد خوبی بود. بله، دو نفر شهادت دادن، منشی شرکت و نگهبان. دروغ میگن، احسان میگه خریدنشون. شما از کجا اینقدر مطمئنی؟ اگر نتونی ثابت بکنی افترا و تهمت محسوب میشه و میتونن علیه شما شکایت کنن. ببینین خود تدعیون زنگ میزنه به احسان، ظاهرم بو برده بوده که حرفایی که احسان درباره خرابکاری که داره تو شرکت میشه خیلی هم بی ربط نیست. این سری که رفته بودن دیدن احسان میگفتش که شرکاش احتمالا متوجه شدن که تدعیون میخواد رسواشون کنه، برای همین باهاش درگیر شدن. حالا اینکه سهوی بوده یا عمدی من نمیدونم، ولی ظاهرم وقتی که احسان وارد اتاق میشه این اتفاق افتاده بوده. منشی شرکت هم سری در اتاق رو میبنده، زنگ میزنه 110. عجب. خب باید یک چند روزی به من مهلت بده که خوب اینا رو مطالعه کنم، بعدش هم یک تحقیق و تفحصی باید بکنم درباره این شرکت سمان برج، درسته؟ بله سمان برج. عجب اسمی. خلاصه بیکار نمیشینی، قصه نخور پروانه خانم، درست میشه. دستتون درد نکن، چایتون هم یخ کرد. متشکرم. من میرم یکم هندونه بیارم با اجازه. لطف میکنید. به نظر خوشبین نمیای. ما با کلام گاهی موقع مثل دکتر ها میمونیم، نمیدونیم به مریضمون چه جوابی بدیم. حتما این اصطلاح رو شنیدی که گاهی موقع یه مریض و دکتر رو جواب میکنن. وقتی آدم گرفتار رو همه جواب میکنن، چی کار میشه براش کرد غیر از دعا کردن؟ یعنی هیچ راه قانونی وجود نداره؟ قانون مگه چی میگه غیر از این که بر اساس شواهد و قرائن و مدارک و ادله حکم میده؟ این حکم رفته دیوان عالی کشور رو برگشته، دفعه بعد لازم الاجراست. حدس میزنی حکم آخر چی باشه؟ البته میشه حدس زد، اما بهتر زود قضاوت نکنی. یادش بخیر، تابستونای اون سالا سر میوه های این درخت چه دعوایی بود. هنوز نرسیده کال کال میکندیمشون و نشستن میخوردیمشون.
وقتی اومدیم تو این خونه پدرم این درخت رو کشت. بعد از فوتشم درخت خشکی. اگه بهش رسیده بودی اینطوری نمیشد. من تو موقعیتی نبودم که بتونم هم به خونه برسم هم به حیات. تو به خودت بد کردی، میخواستی بار همه این مشکلات خودت یه تنه به دوش بکشی، هیچ کس هم کمکت نکن. هنوزم مغروری؟ من مغرور نیستم، فقط میترسم نتونم کسی رو خوشبخت کنم. اگه خوشبختی فقط دست توه، یه خورده به حرف دلت گوش کن، ببین دلت چی میگه. پس به این فرصت بده. فکر کردی انتظار و تنهایی خستم میکنه؟ اون قایم باشه که کذایی یادت میاد؟ کدوم؟ یه دفعه یادمه من چشم گذاشتم تو و مجیدم رفتین که قایم بشین، بعد به هوای صدای چرخ و فلکی توی کوچه رفتین توی کوچه، منم همین جور داشتم میشمردم 1120 بیام، 1121 بیام. آره کاش هنوز بچه بودیم. جلوی گذشته زمانو که نمیشه گرفت، اگه زمان نمیگذشت نه گذشته بود که حسرتشو بخوریم، نه آینده‌ای که بهش امید داشته باشیم. فکر میکنی هنوز امیدی هست؟ همیشه امیدی هست، حتی برای پروانه. حتی برای پروانه. دستت درد نکنه. چهار روز دیگه ساعت 5 صبح. پروانه میدونه؟ نه، گفتم اگر تو بهش بگی شاید بهتر باشه. تازه داشتم به خیلی چیزا امیدوار میشم. همیشه جایی برای امید هست، همیشه میشه به اتفاقات خوب امیدوار بود. جناب دکتر، شعار میدین یا واقعا به اون چیزی که میگی باور داری؟ هم باور دارم هم بهش ایمان دارم. پیداش نمی کنم. بی خودی این همه پول دادی برای این کتاب سنگین که چی؟ همه چی رو بسپر به دکتر سمنانی. سرگرمم می کنم. امروز سمنانی اومده بود اینجا،
من خبر بد زیاد شنیدم، ولی هیچ وقت خبر بد به کسی ندادم. هیچی نگین. خواهش میکنم بچین. با نشنیدن نمیتونی از حقیقت فرار کنی. یه روزی آوار میشه رو سرت. نظر نمیاد از پا افتاده باشه. چرا؟ به روی خودش نمیاره، کارشو ول کرده. نمیدونم روزا کجا میره. شبا به زور همینجا نگرش میدارم. بعدش میخواد چی کار کنه؟ میگه اینجا نمیمونم، بر میگردم شهرستان. پس دوباره تنها میشی؟ من همش منتظر یه نشونه بودم. فکر میکردم داره یه اتفاقاتی میفته که تا حالا باورش نداشتم. پروانه پاک هواییم کرد. حالا فکر میکنم سرنوشت با همه یه جوری بازی میکنه. ربطی هم به امید و ناامیدی نداره. میترسم. میترسم تحمل زندگی رو نداشته باشم. پروانه تو این بارون داری کجا میری؟ اگه میخواستم ببخشن تو حالا بخشیده بودم. اینقدر خودتو آزار نده. نمیتونم صبر کنم، باید برم. پروانه سلام. سلام، چی شد؟
حکم اعدام لغو شد. الو 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 چجوری؟ دیشب پروانه رفته پیش منشی شرکت. حالا چی گفتن و چی شنیدن من نمیدونم، ولی منشی از شهادت خودش برگشته، حرفای احسان رو تایید کرده. خدا رو شکر، خدا رو شکر. حالا چی میشه؟ باید منتظر بود. چیزی که هست با این شهادت دیگه اعدامش نمی کنن. خدایا شکرت، خوش خبر باشه. تا یک ساعت دیگه با پروانه میاییم اونجا. قدمتون رو چشم، منتظرم. با امید دیدار. با امید دیدار. Thank you.